درود بر شما با 180 ثانیه دوشنبه سوم آذر ماه همراه ما باشید. دولت آلمان از برگزاری نشست مشترک وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان با هدف حل مناقشات درباره توافق هسته‌ای ایران در برلین خبر داد. سخنگوی دولت آلمان گفت ما همراه با شرکایمان قویاً ایران را فرا می‌خوانیم که عدول از توافق هسته‌ای را متوقف کرده و تعهدات هسته‌ای‌اش را به طور کامل اجرا کند. این نشست تنها چند روز پس از ابراز نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به اقدام اخیر جمهوری اسلامی در مورد تزریق گاز به سانتریفیوژها برگزار می‌شود. در حالی که افزایش سریع مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران ادامه دارد، مینو مهرز، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، از وضعیت آشفته دارویی در کشور انتقاد کرده و گفته است فروش داروهای تایید نشده یا بی اثر در بازارهای غیر رسمی مانند ناصر خسرو تهران افزایش یافته است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران نیز از جان باختن 453 بیمار دیگر و شناسایی 12460 بیمار جدید در طول 24 ساعت گذشته خبر داده است. آمار گمرک چین درباره تبادلات تجاری این کشور و ایران نشان می‌دهد مبادلات دو کشور با افت بیش از 38% مواجه شده و کمتر از تعاملات تجاری بین چین با عربستان و یا چین با اسرائیل است. علی جنتی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، در صفحه توییتر خود در مورد انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران نوشت: من فکر می‌کنم با توجه به مشکلات عدیده‌ای که کشور با آن روبروست، اهم از تحریم‌های شکننده، تنگناهای اقتصادی، نارضایتی عمومی ناشی از مشکلات معیشتی، محدودیت اختیارات رئیس جمهوری در اتخاذ تصمیم در سیاست خارجی و داخلی، هر کس هوس نامزدی 1400 را داشته باشد، باید در میزان عقلش شک کرد. صندوق بین‌المللی کودکان سازمان ملل متحد یونیسف امروز دوشنبه اعلام کرد در نظر دارد سال آینده میلادی با راه اندازی عملیاتی عظیم 2 میلیارد واکسن ضد کرونا و 1 میلیارد سرنگ را در 92 کشور در حال توسعه پخش و توزیع کند. این اقدام بی سابقه هماهنگی هزاران محموله یخچال و سردکن عظیم برای انتقال و نگهداری واکسن‌ها در دمای بسیار پایین را در بر می‌گیرد و یونیسف را به نیروی متخصص در مدیریت زنجیره تأمین واکسن تبدیل می‌کند.